سلام علیکم دوستان عزیز، امروز اومدیم رشت و باغ محتشم و پارک شهر بزرگ رشت. این پارک شهر از دوران قاجاریه این باغ بوده و جالبه که این عمارت کلاه‌فرنگی هم که میبینید عمارتیه که از دوران قاجار بوده هست و اینجا یه باغ بوده که تبدیل شده به پارک شهر. خب خیلی از این پارک خاطره دارن و دوست دارن که حالا یا تو ایران هستن یا نیستن باغ رو بیشتر ببینن، این پارک رو بیشتر ببینن. و دوستانی که حالا لطف کردین اومدین توی چنل ما، اونایی که سابسکرایب ندارن حتما سابسکرایب کنن، اون زنگوله هم بزنید که فیلم های جدید میذارم حتما بیاین ببینید. اینجا الان فکر کنم بخش اداری شده، حتما مال میراث و ایناست و داره محافظت میشه. یه دوری بزنیم ببینیم همینجوری خود کلاه‌فرنگی رو. منم یه سری اطلاعات بهتون بدم از اینترنت و گوگل. عمارت کلاه‌فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است و در رشت ضلع جنوبی پارک قدس یا باغ محتشم در کنار رودخانه گوهررود واقع شده. اینم رودخانه گوهرروده که رودخانه قدیمیه. مالک اصلی پارک اکبرخان بیگلربیگی از مالکان حکمرانان قدیم گیلانی بوده که پس از این پارک به دختر او به ارث رسیده. آره، و باغ در مالکیت همسر و پسرعموی ایشان صادق خان اکبر محتشم الملک ملقب به سردار معتمد از مالکین و حکمرانان قدیم گیلان در زمان مشروطیت بوده و از این تاریخ به باغ محتشم شهرت یافت. خب اینجا سال 1375 با شماره ثبت 1764 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این عمارت کلاه‌فرنگی. این دوری میزنیم از دور اطراف کلاه‌فرنگی رو میبینیم و میریم طرف پارک محتشم که دقیقه هم ببینیم. خب این البته ورودی دیگه یه که ما داریم میدیم. این جای تفریحی مردم نداشتن اون موقع، همه میومدن این ورد دیگه. بریم اینجا. ها اینجا فضاهای بازی مختلفی داشت، بعد چه مثل مجسمه هم داشت، نمیدونم حالا باشه. خوبه بریم ببینیم. در کنار این رودخونه زیبای گوهررود با اینجا هم ببینید دارم ورزش میکنه. خدا رو شکر خیلی از درخت ها تو درخت های قدیمی پارک هستن ولی بعضی سایران افتادن. از این بداریم از وسط پارک. چه آسمان خوبی، چه هوای فوق‌العاده‌ای هم شده. یه زمین فوتبالی هم داره که ما خود اونم توش بازی میکردیم تا این زمین فوتباله. یه
اینجور کنم تلفن بازی میکنم سیف میکنم سیف میریم از نزدیک ببینیم سلام علیکم سلام خدا قوت سلام عواص خدا دیگه خب دارم تلفن هم بازی میکنن و خب عواصون رو پر تکن سلام سلام خدا قوت خدا قوت خب اینو چطور میزنم مرد اونی عواص کن بک یا علی سرویس سر بده. اینجا. سیگار آقا. دیگه چه دیگه بده؟ دیو قلبا قیاس کار سیگار میکشن. سلام. خدا قوت. سیگار سلامتی آورد. سیگار نیست، سیگاری. آه. از این برو بگیم از وسط چه ریلکس ریلکس کردن نمیزم بیشنن و حسی اینجا سریم حسیه رو ببینیم سلام 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 ولی چیز خب یه حوز قدیمی پارکه که استخباری بوده جالب بوده موقع ماهی داشت و نمیانه داری نداره ماهی داشتید و برای ما جذاب البته الان جالبه که فکر کنم دورش پرس به اون موقع نداشت برای من بنویسید که من اینجوری یک سره فیلم میگیرم چطوره خوبه همین که حس همراهی با من داریم خوبه نه حتی برای من بنویسید خیلی ممنون میشم چون یه بخشش من خودم فیلم سازم و میتونم تدوین بزنم ولی اینکه این حس رو دارم که اینجوری راحت تر و حس خوبی داریم شما بنویسید میکنیم خب این هم ادامه میدیم به پیاده روی خودمون چون که داریم میدیم اینجا در به اصلی پارکه که ورودی پارکه به عبارتی در به شمالیش ما در به غربیش تقریبا وارد شدیم آقا خدا قوت سلام آفرین من تمیز رو برکاری میکنم این رو ببینیم اینجا ها موقع یه پارکی بود که ما میرفتیم سرسه رو خیلی از اینجا رو من که دوران برف و اینا خیلی اکس گرفتم
در هوای خوب سرفه می‌کنم. با این فضای پارک هم محصولش کردن که پولکیش کردن به عبارت این هم که فضای صخره نوردی رو یه فضای پارک جا وجود داره بره میبین تو اون موقع فضای پارکی این قرار بوده تازه بردن اونجا بازشته و فکر بکن توی این شهر این بزرگی یه جا فقط سورس روی نداشت به عرض میکنم این قبلا اینجا ها بوده یه سورس روی بلند و کیف میکردیم میمدیم اینجا و اصلا هم از این قرطی بازیه که الان هست و نمیدونم پایینش ضربه گیر باشه و اینا وجود نداشت. اینا جدیده بچه های جدید فضایی که قبلا وجود داشت میخوره خیابان روزه هم لاکانی میخوره هم به طرف متحد اینجا این هم در بست هم بروی خروجیه طرف متحدی و چرای میکائیل آره اعتمال است که برم سازمان آبه سلام علیکم اینجا یه برای صخره نوردی و دیوار نوردی از همین تنهای درخته که خراب شدن از همین استفاده کرد
aslında. اینا مسیر برگشت همون به طرف کل فرنگی کنم پیگی 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 کنار رود خونه گوهر رود پر از فاضلاب و امیدوارم که روزی سنگ بتونم درست کنم و چه استفاده کردم گله بهاری رو نمید یه ما مونده دیگه یه ما مونده تا بهار 1401 اینم یادم رفت بود اینم موزه رشتی دوزی شد عمارت کلاه فرنگی رو موزه رشتی دوزی درست کردن اما آخرش خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و دوستانی که سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنن ما رو دنبال کنن تا بتونیم فیلم های بیشتری برای شما بذاریم خدا نگهدار.